سلام، این قسمت با همدیگه میخوایم ببینیم آیا بیت هایست این در روم تراویز اسکات سمپل از آهنگ سلام فریدون اسرایی بوده یا نه. به خاطر اینکه پوتک یه دونه استوری گذاشته بود که گفته بود نمیدونم این سمپل از این آهنگه و حالا با همدیگه میخوایم بررسی کنیم. اصلا هیچی نمیگم که هست یا نیست دیگه، حالا هر جوری خودتون خواستید میتونید حساب کنید دیگه. خب اگر آهنگ سلام رو گوش داده باشید، این قسمتش یه گیتاری داره که خیلی شبیه به گیتاریه که توی آهنگ تراویس اسکات استفاده شده. یک مقدار از این قسمت رو گوش کنیم. و من اومدم این رو گرفتم به خاطر اینم هست که حرکت آکورداش دقیقا همونیه که توی آهنگ هایست این در روم هست، فقط گام فرق داره، گامش هم 100 سنت پایین تره. یعنی ما اینجا اگر با آکورد دی مینور می آمدیم شروع می کردیم، توی اون آهنگ به این صورته، سی شارپ مینور هستش. یعنی که کل این رو شما بگیرید 100 سنت بیارید پایین که اینجوری میشه. خب مسلماً تمپوش فرق داره، همینطور که میبینید تمپوی اون آهنگ پایین تر، سرعتش کمتره. من اومدم این تیکه رو گرفتم به این صورت، بذارید برگردونم به حالت اولیش، بعد با هم بیایم تا اینجا برسیم. خب اول از همه این نوت رو ما توی این سمپل هیچ جوره اصلا نداریم، این حالت هایی که اینجوری فاصله نوت ها کم میشه و به هم نزدیک میشن. حالا هر چقدر ما کرداش به هم شبیه باشه و یکسان باشه اون رو نداریم. خب بیایم اینو حالا تایم استرچ کنیم. ببینید تایم استرچ اگر رو به بالا کنم تمپو کمتر میشه. حالا یک بار با هم دیگه امتحان میکنیم. خب بعد این رو میذاریم رو استرچ، گامش هم یکسان میکنیم، 100 سنت میاریم بالا تا گام آهنگ هایست این در روم یکی شه. میبینید اون نوتی که گفتم رو نداره و این که الان سرعتمون خیلی کمتره. حالا بیاییم رو به پایین استرچ کنیم. گفتم قبلا دیگه توی استرچ کردن ها سعی کنید این برآمدگی ها بیفته سر این خطوط بیت، که الان ببینید این مثلا یکم جلوتره. این رو میاریم استرچ میکنیم تا جایی که ببینید همشون میفتن روی خط. اینم خودم از قصد زیاد گرفتم به خاطر اینکه بعدم میام به این حالت کراس فید میذارم و این رو میایم فیدش میکنیم. بعد یه نکته دیگه ای که داره، این الان داره با نوت بعد از اینکه گامش رو یکی کردیم داره با نوت دی شروع میشه، در صورتی که اونجا توی آهنگ ما با دی شروع نمیشد، با اف شروع میشد. یعنی ما یه دونه دی قبل این داریم، اول اینجا مثلا میاد دی میخوره بعد این میاد به این صورت، اینا هم نداریم. کلن سیستمش عوض میشه دیگه، به خاطر همین یه دونه نوت شروع این ترتیب نوتامون یکم جا به جا میشه. که اگر خواسته باشه اینو سمپل کرده باشه کسی که بیتو زده، باید بیاد یک همچین کاری که الان میکنیم رو انجام داده باشه. البته استرچمون الان یکم مشکل داره، بذارید استرچ رو درست کنیم. باید
این نوت اول رو حذف کرده باشه، اون کسی که خواسته سمپل کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این به این صورت. برای حذف و اینا دیگه این کراس فید رو برداریم، آخر سر دوباره میذاریم. بعد یه نکته دیگه که هست، ما اینجا هر میزان داره آکوردمون تغییر پیدا میکنه دیگه. این الان خیلی دو برابر این داره، تقریبا نوت داره. کارهایی که میشه انجام داد و دارم میگم دیگه. البته نوت ها اینم خواستید ببینید، میتونید بیاید یک ملوداین بذارید، چون سمپلیه که نه وکال داره نه درام داره نه چیزی، خیلی راحت بهتون نشون میده ملوداین. خب الان نوت ها رو با هم دیگه میبینیم. میبینید حرکت آکورد ها همونه، F D دوباره A. خب دقیقا همونی که اونجا داشتیم، F D A. فقط اینجا شروعمون رو ببینید، یک D داره، یعنی یک بیت میره جلوتر، نیم بیت میره جلوتر. بعد این ور میاد روی همون A C E، دوباره E داریم، C داریم، A داریم، دقیقا مثل همون. پس حرکت آکورد ها یکسانه، ولی خب یه سری نوت کم و زیاد داره. بیایم اینو دوباره استرچ کنیم به همون حالت اول. حالا بیایم اون کاری که گفتم رو انجام بدیم. نوت اول رو بگیریم، اینو بیاریم. در واقع دارم از تیکه تیکه نوت ها این استفاده میکنم، اونو میذارم. خب این تیکه آخر یه دونه ای و اف میخواییم. خب اف رو که توی آخر همین داریم، میام اینو از همین میگیرم. ای هم توی اول این داریم. در واقع ببینید چقدر کار سختی میشه. بعد این تیکه باید دی بیاریم،
دوباره EOF بیاریم. خب EOF رو که داریم اینجا همین حالت دیگه. خب این EOF رو من میارم برای این تیکه آخر. EOF رو که ببینید اینجا داریم. خب دقیقا همینه دیگه. یه دونه دی قبلش میخواییم. دی رو از کجا میاریم؟ دی رو از اون تیکه اولی که حذف کرده بودیم میاریم. حالا آخر سر بهتون یه چیزی رو میگم. این کار اگر قرار بود سمپل باشه خیلی فرایند پیچیده دری داشت، تا اینکه یه نفر ورداره همینو با گیتار حتی زنده بزنه، با VST هم نه. یعنی سمپل کردن این کار خیلی پیچیده تر از زنده زدنش هست، چون ساده است، چیز خاصی نداره. خب حالا اینو میام میذارم روی جنریک. خب الان با این همه کاری که انجام دادیم خیلی شبیه شد. تقریبا میتونم بگم اگر ما اینو بفرستیم توی میکسر، بیایم همون افکتایی که اون سری استفاده کردیم، حالا با یک کم اکولایزر بیشتر، چون باید یه سری چیزا رو بگیریم دیگه، بیارم من رو همون لاین که اون افکتا باشه. من افکتایی اینم تغییر میدم. خب اینجا دیگه بیایم از آیزوتوپ واینال استفاده کنیم، برای اینکه فرق کرد دیگه. اونجا ما اون گیتار اومنیسفیر رو داشتیم، اینجا اینو داریم. میکس این رو کم میکنیم، اینا هم والوم بده. خب حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، هر جور دوست دارید تصمیم بگیرید، ولی دیدید چه فرایند سخت و پیچیده تری داشت تا اینکه یه نفر ورداره گیتار همین رو بزنه، چون باید کات کنی، برش بزنی و این داستانه. حالا ما همین بیت رو بیایم، بیتی که زده بودیم رو با این سمپل بذاریم، ببینیم چه اتفاقی براش میفته. هفتای من رو شد. حالا باز من اونقدر ترتمیز در نیوردم، مخصوصا یه دونه نوت دی رو، که اینو میتونیم بیشتر روش کار کنیم که دقیقا مثل خودش در بیاد. پس
پس نظراتون رو کامنت کنید که ببینیم نظر شما چیه، آیا واقعا این سمپل بوده یا اینکه خودشون زدن. فعلا خدافظ.